درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین. ادار کارتون تو درجه یک باشه با ادامه آلم رضا پیشرو اینجاییم و زامبی. فکر کنم این پر درخواست در این ترک بود. حس میکنم آلبومش یه خورده الهام گرفته از سبک موسیقی 1970 80 90 اینا، چون یه ترکی به اسم زامبی هستش از گروه کرنبریز که خیلی معروفه. فکر نمیکنم کسی باشه که اون آهنگو نشینده باشه. میره کدومو میگم؟ نه من اون یکی هم اولی این یا هست. آره اسمش زمینه، اسمش زامبی از گروه کرنبریز. خیلی آهنگ معروفیه، خیلی و کلن اسم آهنگ، اسم آلبوم که نیروانا، بعد اسم ترکی هم هست که نیروانا، بعد اسم این ترک زامبیه، بعد همین پاس میشه که از کنم یه خورده انگار اون سبک قبل از سال 2000 یعنی 1990 و اینا اون وریا یه خورده چیز کرده، الهام گرفته. بریم معطلی کارو شروع کنیم بچه ها. اگه هیچ ربطی نداشته باشه و من دوست دارم اینجوری فکر کنم چون عاشق اون دهام نمیدونم. به هر حال شما اگه این ویدیو رو دوست دارید، اگه دوست دارید ویدیو که ندیدن هنوز، اگه دوست دارید اما حمایت کنید ویدیو رو لایک کنید و اگر ساب نیستید ساب کنید، به پیوندی بیام زنگوله نوتیفیکیشن آن کنید که موقع ویدیو جدید آپلود میشه براتون نوتیفیکیشن بیاد. و مرسی از همتون که تا الان با ما بودین. 18 کاری ما الان. مرسی از همه حمایتتون. امی الان کی میاد بهشون قول بده که یه دونه Q&A بعد از 3 سال Q&A میخوایم بذاریم. بچه ها حتما اتون اگه اینستاگرامون رو دنبال کنید، چون توی احتمال زیاد اینستاگرام من ولی شاید اینستاگرام من شاید بعد توی همین کامیونیتی یوتیوب Q&A میذاریم و هر چی سوال داریم و توی حتی تلگرامون هم میتونیم بیاییم. سوالایی که میپرسین رو میخوایم Q&A بذاریم. پس اینستاگرام، تلگرام یا هر جایی که ما رو ندارین رو حتما یادتون نکه دنبال کنید. همزمان خبرش هر چی سوال دارین بپرسین، ما میخوایم یه Q&A بذاریم، سوالاتون رو جواب بدیم. بریم باشته باشه واسه ترک زامبی. چهر شدم بچه ها اینجوری دست میزنی. رضا پیشرو موزیک. اوکی. نه بابا موزیک با رضا پیشرو بوده. آها. میکس و مستر سهیل خدابنده و ریل انجن دیزاینر فروغ پناهی، کاور آرت ویژوالایزر با پوریا صادقی. اوکی خیلی عالی. خب کاور چی میگه کیمی؟ اولا که زامبیه به شکل دورچی نوشته شده. خب یه سوال، چرا و فونت دورچی نوشته زامبی؟ آه راستی، ولی یه سوال، چرا اگه این آلبوم همون آلبومه چرا کاورش فرق داره؟ نه دیگه این کاور این ترکه. اوکی ولی کلا کاور آلبوم نیروانا مونی بود که چیزی انگار یه آدم معمولی شکلی از دو تا دستش رنگ کمون داشت. این کاورش فرق داره ولی چون کاور این آهنگه. میدونستی یه آلبوم یه کاور داره و یه آلبوم هم ممکنه یه کاور داشته باشه؟ اینو من ندیدم، تا اولین بار دارم میبینم. الان ببین. اوکی. حاجی رضا پیشرو فعال کار نمیده بعد میده همه چیزو تفکیک شده. و اینکه خب کار چی حاجی؟ شبیه جایی ان که زامبیا که دارن میرن سمت خود رضا چون سفید پوشیده. میدونی شبیه علامت استاپ زده اونجا. شبیه تبت و اونجا هندوستانه. میدونی از کجا میگم؟ شبیه یکی از مرحله های سان ماجراجو. میدونی از کجا میگم؟ از اون سه پاچه میگم اون گوشه، چون اونجا تاکسی هاشون همشون از این هست. خب و از این سقف شیرونی های نداره. خلاصه اینکه زامبیا دارن حمله میکنن و یک کسی که انگار مثلا آخرین نفریه که خود رضا پیشرو و لباسش سفیده به معنی مثلا پاکی. آره. و روی یه جاییه و جلوش علامت استاپ هست به سمت زامبیا. کاش زامبیا شعور داشته باشن وقتی علامت استاپ میذاری. آره. نیان دیگه. بریم کار داشته باشیم. یاده پلنت ورس زامبیز افتادم، اون بازیه بودش که بعد گل میکاشتی. آره، آره. تا زامبیا رو بکشن، همین صدا رو میدادن. دقیقاً. نازا پیشرو محافظ میگه نو نو که تامین داره هلال نامیشه، هندل کن که اسرائیل وقت نداره برای این همه لاشه، اکس سیروش کوکائین میری بالا یا پایین، اینطوری کونت میذارن و سر چرا لا پایین ما میکش. کاملا فرق داره با بقیه ترکایی که از این آلبوم گوش کردیم، کاملا فرق داره. ای چه فیلو عجیبیه. آره واسه منم کجا قبلا شنیدم اینو؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ نمیدونم. یه ترکی بود خیلی وقت پیش رفتیم که خیلی وقت قبل ترش خونده بودن، فیت علی قاف بود با زانیار که اون پشه رو هی میام پشه. نه فیلو رو گوش کن. نه گوش کن.
باشه اکسسی روش کوکائین میری بالا یا پایین اینطوری کونت میذارن و سر چرا لپایی ما میکشیم درست میکشیم سیم کشید و میکشیم تو کس میکشی فکر میکنی شیشه میکشیم دست و بیس رو دست پیس اشما حاجیت اینو کجا شنیده بودم؟ اینو توی یکی از فری استایل‌ها شنیده بودم این تیکه از ورسشو سیم کشی تو میکش اینو بعد هاجی خار فیوزم پرید شیشه میکشی دست و بیس رو دست پیس منتخب پیرکس سعی میذاری کفش پوچه چشم و گونه وز میشه این که پر از اندیشه باسته بیرم منتخب پیرکس چیه؟ من فوتبالی نیستم ولی پیرکس لقب بود که حسین به هیچ کس داده بود پیرکس داستن. از این ظرف هاست که میذاری تو فر میدونم چی سعی میذاری کفش پوچه چشم و گونه رو دست پیس منتخب پیرکس سعی میذاری کفش پوچه جاش با گل عوض میشه این که پر زندیشه و چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی تر از مسترد میشه اینجا به نظرتون کیو میگه این که پر زندیشه و چرا فقط میگه الان دیگه رسما داره به هیچ کس میدازه دیگه واقعی تر از مستند واقعی تر از مستند کیه ترکی هیچ کس کفش پوچه جاش با گل عوض میشه این که پر از اندیشه و چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی مثلا اون بک وکاله چی میگه اونو توجه کن این که پر از اندیشه و چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی چی کیا نهار خوردی کیا بابا دادا مرده هم چیزی میگه نهار خوردی منتخب پیرکس سعی میذاری کفش پوچه جاش با گل عوض میشه این که پر از اندیشه و چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی میگی نهار خوردی نانا دادا بابا نهار خوردی بابا رفتم بغلی کالباس نداری وای همون کاره من میدونی من یاد همون ترک میدازه و ترکی مثلا ترکی بخوام نوستالژی این سبکو بگم اون ترکی بود یا هیچ کس خونده بود بازم کلان آره بس سبکش من یاد آهنگ من یاد بند گوریلاز میندازه یه بندی هست بند گوریلاز میدونی کدوم آهنگه کدوم بنده بند یه آهنگ خیلی معروفیش هست که میگه What happened I'm feeling like the sunshine این شکلی اون مدلیه فلوش میگه این که پر از اندیشه بود چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی تر از مسترد میشه عرق سگی صدی سر پنیری کریم زمین نارم واسه مزنه یه زمین میبریم هزینه زمین نمی کنیم رو زمین میزنیم از این زیر زمین چاله میکنیم به اون زیر زمین برگشتم توی انبار قدیمی گوشیم شروع شد آجی کار شروع شد این پیش درآمدش بود ولی ناموسن هنوز نمیفهم دنی نمیدونم داستان چیه این الان میتی که داشت نداشت باید آماشو گوش کنیم احساس میکنم بعد رو 3-4 تا دراگ متفاوت همزمان باشم تا بفهمم چی شده دم به اوور باشی باید گوش کنی برگشتم توی انبار قدیمی گوشی نرم گوه یازر و صف خونم پشت قبرستونه روز بشارش کنم حالم و هی ایلومیناتی نشون میده ساعت رو بهم جون بخورم میکنن قارم و چنج خوشا نشون میده با همه شی توی خونی که تو مسیر شارکته بهم رگ بار باریده حالم غیر دیوونه هم میکنن این کار نرسه مجبور میشم برم توی در جنگل و برگردم با یالم شعر روحم رو در پناه برده با اینکه آسمون دراش خفته این همین داره میبا فرزا خب نمیتونی پاز نکنیم اینجا ولی تیکای اول چقدر باحال بود داره میگه که گوشی ندارم بعد با یازاد صف بود خبرش در اومده بود گوشی نداشت همون موقعی که نبود همون موقعی که گوشی رفت و دیگه نبود میدونستیم که در حال یک انجام دادن یک کارایی هست نمیدونستیم چه کارایی که حتی اون موقعی که کار آلبوم میخواست بیا فکر کردن یه ترک اسمش نیرواناه ولی بعد یه آلبوم داد خب ولی لیریکش خیلی باحاله خب لیریکش خیلی باحاله و داره از اینی که چجوری فعالیت میکنه چرا فعالیت میکنه میبینی داره چی میگه داره میگه بعد مجبورم میکنن که میدونی اون حسام مجبورم میکنن کار کنم اگه کار نکنم داستان میکنم واسم بارچیان اینجکتیان تریاکی هاشتر روحم به پدر پناه برده با اینکه آسمون دراش خفته میدونم حکمت این عذاب رشته ولی شخصیتم انگا برام مرده تو پارتیاتون فقط قارچیان اینجکتیان تریاکی ها اون که جنس هر میکرد تو آب میداد بخبر به پلنگ با آش را بیاد منم با اینکه یه خبر به پلنگ با آش را بیاد بعد جنس هر میکرد داره از کسایی میگه که شب خودش نیستم ولی تو همین لاینم الان مثلا حرفم انگار تایید شد چون گفتش که من اگه مثلا شما بود اینجکتیو و فلانیا و بسانیا اینجوری مثلا
حال میکنین و اینا، من پدر آره. منو میبره. یکی از دلایلی که رضا پیشتو رو دوست داریم اینه که کارایی رو میکنه که دوست داره، کاری رو میکنه که میخواد. آره. کاری نداره، کاری میکنه که دوست داره، یعنی میره یه جایی حالا به هر چیزی که خودش اعتقاد داره، یعنی وصل میشه خب و اون چیزی رو مینویسه، اون چیزی کاری رو میکنه که بعدش خودش احساس رضایت بکنه، یعنی آره. دلیلش ارضا شدن خودشه، این به شدت انگیزه با ارزش حساب میشه. دقیقاً. این عذاب رشته ولی شخصیتم انگا برام مرده، تو پارتیاتون فقط قارچیان اینجکتیان تریاکیان، اون که چند سر میکرد تو آب میداد بیخبر به پلنگ باش را بیا، منم با این که با همه را میام تنها میرم تنها میام، روز سفیده ولی دستام سیاه، رستمی هم جلو افراسی ها، هرچی انجام شه الله میخواد، حالا هی گون یا پرگار بیار، هی مهمونی بگی سرت، هرچی انجام شه الله میخواد، وای نصابه ببین اون چی میخواد، تو انجام بده همون اون میخواد دیگه، مجبوره بخواد، کاری نداره بکنه چه. بعد میگه حالا هی برو تو برای من گونیا پرگار بیار. آره. منظورش مثلا همین ایلومیناتی و فراماسونری و این چیزا. آره. که همه سر دارن کنترلت کنن، همه سر دارن توی مسیری بندازنت. میگه که الان من انقدر اوکی ام از این بحثا جدا ام که تو هی برو برای من سعی کن منو کنترل کنی، هی برای من گونیا پرگار بیار، برای من خط کشی و راه و مسیر رو گونیا پرگار بیار. داره میگه من دیگه توی این خط تو نیستم، تو هی داری حالا یه چیزایی به من نسبت میدی، برداشت اشتباه حرکتای من میکنی، هم چیزی فکر نمی اوکی این برداشت تو، من فکر میکنم میگه که من تو این خط نیستم، حالا تو هی برای من گونیا پرگار بیار، من دیگه تو این خط نیستم. کیا اونجا چند سر میکرد تو آب میداد بیخبر به پلنگ باش را بیار، ولی فلو رو با این که با همه را میام تنها میرم تنها میام، روم سفیده ولی دستام سیاه، رستمی هم جلو افراسیاب، هرچی انجام شه الله میخواد، حالا هی گونیا پرگار بیار، هی میگه سرتام بیار، ترجیح میدم هر جایی برای کار بیام، اصلا وقت ندارم برای سامبیا، الافا جندادر و دافیا، من دیگه همیشه با چند ساریا لندن باشه. آها این مثل خیلی خوب بود توی... اصلا وقت ندارم واسه زامبیا. بهرام بود میگفتش که کسایی که به اون برتری و اون خودشون کیان چیان از کجا آمدن نرسن مثل خوکن. آره. به خوک نسبتشون میداد. آره. داره به زامبی نسبتشون میده. پیشو داره به زامبی نسبتشون میده. خب زامبی یه کلمه کمرشیال تره یه خورده. خب آره. بذار ببینم یه زامبی کلا انگار خیلی جا، ولی خوکو برام خودش داره میگه. خوش ولی ببین بعضی وقتا اینجوریه که بابا یکم بفهم چقدر حق داری، چقدر میتونی، چقدر فنا، و اینجوری که نکنی آدم احساس میکنه توی این خوکایی که توی قفس تنگ نگه میدارن فقط بهشون غذا میدن، کثیف و بد نگهش میدارن، و خوک هم مثلا فهم میکنه داره زندگی میکنه، به اونم میشه نسبت داد. ولی چیزی که بیشتر استفاده میشه زامبیه. چرا؟ چون زامبی چیه؟ مرده متحرک. آره. وقتی که به اون برتری نرسی چی هستی؟ مرده متحرک. یار هی مهمونی بگی سرتام بیار، ترجیح میدم هر جایی برای چی دامی خواد، حالا هی گونیا پرگار بیار، هی مهمونی بگی سرتام بیار، ترجیح میدم هر جایی سرتام بیار، هی مهمونی بگی سرتام بیار، نمیدونم سرتام آره سرطان که نمیگه، میگه الله میخواد، حالا هی گونیا پرگار بیار، هی مهمونی بگی سرطان بیار، ترجیح میدم هر جایی برای کار بیام، اصلا وقت ندارم برای سامبیا، الافا جندادر و دافیا، اونی که همیشه با چند ساریا لندن باشه یا وسط آمریکا، استانبول یا بغل آفریقا، باب دستور نمیگیره از کاردینال، نمیتونی جا ببینم داره همه رو زیر میگه، پاپ همه پاپ دستور نمیگیره از کاردینال، کاردینال زیر پاپن دیگه، یعنی زیر مجموعه پاپا نه مستقیما، ولی خب داره میگه که من اصلا اون نمیدونی انگار یه دیس عالی هست، یه دیس عال ریزی هست، اونی که تو آمریکاست و تو آمریکا کیو داره میگه، نمیدونم واقعا کیو داره تو آمریکا میگه، تو آمریکاست نمیدونم، نه اصلا کیو داره میگه نمیدونم، ولی از اون طرف لندن رو شاید مثلا داره، لندن رو مثلا شاید داره هیچ کس میگه، چون که اولش هم گفت یا مثلا ام جی. آره دیگه واقعا What the fuck معلومه لندنه این دیگه، من کجا باید بدونم هیچ کس کجاه، از اینی که گهت میگی لندن من یاد زیر تونی وان کید میافتم. ها نه لندن بذاریم کیا هستن، لندن زیر تونی وان جی هست و هیچ کس هست، کید هست دیگه، نمیدونم فعلا اینه که تو زنم، حالا بریم اینا رو دفعه بعد نپرسی ها، هیچ کس لندن معلومه، من کجا به بدونم اوکی یا وسط آمریکا استانبول یا بغل آفریقا، یعنی همه رو داره میزنه از کاردینال، نمی کجاست نمیدونم یس صف کار میدار هیکل برونز درخواستی ها کلماتو رنده میکنم هر باب میگم حتی تو رو هندل نمیکنم ساقیا، ولی من های ترم از سر تا بیاد دستو خط میذارم منم نامیا کاراکتر کارتونی من سان نانیاس صاحب مهمونی تا بیاد دستو خط میذارم منم نامیا کاراکتر کارتونی من سان نانیاس صاحب مهمونی کی کدومتون آرنیا
اصلا نارنیا شیر نارنیا بود دیگه، اون رئیس و پادشاه کل نارنیا اون شیر اصلان بود. میگه کاراکتر کارتونی کاراکتر نارنیا هم اصلانه. دستو قلب میذارم من آن نامی یا کرکتر کارتونی من yes. سامنانی هست ساب مهمونی از اون پاتیل هست شاشیدم روش وقتی خوابیدا بود یارو کنسرت گذار چاقی هست طرف مجبز بگیره پاپی هست شالی لالی 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 داره کیو میگه حاجی؟ خیلی تا الان کنسرت گذاشتن تو این چند وقت طرف کنسرت گذاره کیو داره میگه؟ خیلی این چند وقت کنسرت گذاشتن نمیدونی دقیقا کیو داره میگه. کنسرت گذار اونا که برگزار کنندن من نمیشناسم زیاد اینا رو، ولی فقط علی رضا پیری میشناسم که به شدت دوستش دارن همه، هر کی میبینم هی دوستش داره، هی احترام داره. آره هی احترام هی ریسپکت هی میدونی زیاد نمیدونم، ولی خب در همین حد میدونم. کیو داره میگه دقیقاً نمیدونم، فقط میدونم داره یه چیزایی رو به یک داره به یک کسای خاصی میگه، اینو میگیرم، ولی اینکه کیان و اینا چراشو نمیدونم. بیدا بود یارو کنسرت گذار چاقی از طرف مجوز بگیره پاپی از شالی لالی لای لالی نای بردین آب رو آرت ایرانی ها رو رفتم این شابلی لالی لا این داره مثلا پاپ رو مسخره میکنه. ها این تیکه داره پاپ رو مسخره میکنه میگه نگاه کن پاپی از شالی لالی لای لالی نای بردین آب رو آرت ایرانی ها رو رفتم بقالی کالباس میاره من اصلا کالباس نمیخواستم کاکو این مسخره پاپ من اصلا کالباس نمیخواستم کاکو میگه رفتم بقالی که کالباس میارم اصلا کالباس نمیخواستم این میمش کردیم من اصلا نرفتم کالباس بگیرم گفتی یه میم دیدم خیلی والو رفتم بقالی کالباس داشت و این یارو هست که اینجا رو دیرین کالباس داشت رفتم بقالی حاجی داره اسم بزرگتره یعنی خیلی خنده‌دار بود من اصلا با میمای بیشتری از پیش رو بسازیم چون خیلی میم خورش خوبه. آره ملسه میم خوره ملسی داره. دنیا رو رفتم بقالی کالباس میاره من اصلا کالباس نمیخواستم کاکو این مسخره بعضی از چی سری حقیقتو دیدیم به چش. ناخدا جلال آیا داره اونو می نه آخه چرا سورنو زدن نداره؟ خب کاملا ناخدا جلال بود. یعنی منظورم اینه که وقتی میگم سورنو زدن نداره یعنی اصلا دلیلی نداره. نه اینکه زدن نداره اینکه ضعیف باشه نه. پارت ایرانی ها رو رفتم بقالی کالباس میاره من اصلا کالباس نمیخواستم کاکو این مسخره بعضی از چی سری حقیقتو دیدیم به چش. منم سر کوشه پوتی دیدم خود به بابا از جنوب گفت تا شمال یعنی یاد سر تا ته پیاز میندازه منه که اون تیکه قبلش گفته بود یعنیم سر کوشه پوتی دیدی خود به بابا کش داداشم پیش رو کارم این شده بازی کنم 420 و الانم کشیدم شپیدم چیم برو نبودی داشت خوابم میبرد دبار ریزه بسا من یاده ترکی خیلی خیلی قدیمی دارم دازه که اینجوری میخوندم یا خود ترکی خود پیش رو خیلی قدیمیه یعنی که میگم خیلی قدیمیه ولی نمیدونم کدومه خدا خیلی وقت پیشه ولی خیلی شبیه اونه او کارم این شده بازی کنم 420 و الانم کشیدم شپیدم چیم برو نبودی داشت خوابم میبرد دبار رزاج ناخونده سر میزنی 4 سال یه بار خوابم میبرد آقا رزا همون ویدیو هستی یا آقا رزا بس ببینم 4 سال یه بار کی میاد 4 سال یه بار نه داره میگه چهار کارم شده 420 باز یعنی من میگه 4 سال یه بار میای نگاه کن ناخونده سر میزنی 4 سال یه بار کیو داره میگه خدا آره این تیکه قبل منو یاد ناخدا جلال انداخت بعد نمیدونم بهرام که مثلا یه مدتی معروف بوده 4 سال یه بار میاد با یه آلبوم خفن نمیدونم گیجم کرد توی آدم میخواست آدم هم خواست من اصلا اونو رو مبادم ولم کن آدم هم خواست من اصلا اونو رو مبادم ولم کن از سلسی رو کتامین داره هلال نام بایسا رفت تو کورس کی میام؟ چی فهمید الان از درنگ؟ یه توضیح بده از یعنی من داشتم یه فیلم بود تو زندگیم دیدم که همین اتفاق افتاد من مال هارنده راوی دیوید لینچ بود یعنی همینقدر خیلی کمتر مونده و با آخر فیلم همینطوری گذاشتیم کنار گفتیم که چی فهمیدیم تا الان دو ساعت و نیم چی فهمیدیم
یه گوش تصویر دیدیم که ربط نداشید چیش به ایجاش. مسئله اینه که احساس میکنم باید خیلی راجع به پیش رو بدونی، یعنی مثلا زندگی نامو تمام مصاحبهاش و فرانچیز تو یکم بهتر بتونی بفهمی دقیقا اینجا داره چی میگه. آره کار روله، خب داره خیلیش داره رول بازی میکنه ولی تیکه داره میندازه. آره و هم نه هم پیش رو باید خیلی خوب بشناسی، هم کلا رپ و رپ فارسی رو باید خیلی زیاد و خوب بشناسی، ولی مخصوصا خود پیش رو. کارم این شده بازی کنم 420 و الانم پیشیدم شقیدم چیم برو نبودیدش خواهم پارت کنم 420. فورتونی کیه؟ فورتونی مثلا استانبول هم داره میگه و اینا، همه اینا من ایده وانتونز میندازه که بعید میدونم نمیدونم به خدا نمیدونم. این شده بازی کنم 420 و الانم پیشیدم شقیدم چیم برو نبودیدش خواهم میبرد با ریزاش ناخونده سر میزنی 4 سال یه بار توی آدم میخواست آدم هم خواست من مستم اونا رو مبادم بلم کن از دل سیرو کتامین داره هلال نامیشه هندل کن که ازرایل وقت نداره برای این همه لاشه اکس سیروش کوکاین میری بالا یا پایین اینطوری کونت میذارن و سر چرالا پایی ما میکشی. یعنی چی اکس سیروش کوکاین؟ اگه این کارو بکنی مثلا میمیری، سر چهارا داستانت میکنه میمیری. حالا دیگه داره میگه آقا توی گوگل، من نمیدونم، من هر چیزی که میدونم از گوگل میدونم، من توی گوگل نوشته که اگه یه محرک مثلا حتی روی ریتالین که داروه روی اونم نباید شیشه یا کوکائین که جفتشون محرکن بزنی چون اووردوز میکنی و خیلی اصلا بده سمه دیگه مغزت اصلا دوپامین رو درست سرشون نمیکنه. میگه که اصلا اینجوری میکنی داستان میشه میری سر چهارراه کنه. بعد دیزار. حالا اون داروه شما فکر کن جفت دراگا رو هم اکس که همون از مثل شیشه است آمفتامینه، بعد از اینور کوکائین، این دوتا رو هم نمیشه. یا پایین اینطوری کونت میذارن و سر چرالا پایی ما میکشیم درست میکشیم سیم کشی تو میکشیم تو کس میکشی فکر میکنی شیشه میکشی دستا بی اس رو دست پی اس منتخب پیرکس سنگ میذاری. یه سال پیش رو چی رو ترک کرده؟ چون همش چیزایی که داره میگه همونه، آمفتامین یا متامفتامینه. چی مصرف کرده؟ نمیدونم شیشه؟ که شیشه؟ نمیدونم به خدا کراک و هرچی نمیدونم. دست و بیست رو دست پیست منتخب پیست میذاری کفش پوچه جاش با گل عوض میشه این که پر از اندیشه بود چرا کس فقط میگه بازی کن که این واقعی تر از مسترد میشه عرق سگی صدی سر پنیر کریم زمین نارم واسه مزنه زمین میبریم هزینه زمین نمی کنیم رو زمین میزنیم از این زیر زمین چاله میکنیم به اون زیر زمین. تیکه یعنی چی الان؟ چرا نمیفهمم تیکه؟ چرا فکر میکنم به شدت واضحه فقط جلو چشمونه یه چیز واضحی که نمیتونیم ببینیم. مسئله اینه که این آهنگ رو بیشتر از همه آهنگای این آلبوم بچه ها دوست داشتن. یعنی احتمالا فقط من رو تو نفهمیدیم چی شده. احتمال خیلی بالا. وای. عرق سگی صدی سر پنیر کریم زمین نارم واسه مزنه زمین میبریم هزینه زمین نمی کنیم رو زمین میزنیم از این زیر زمین چاله میکنیم به اون زیر زمین. یه هزینه زمین نمی کنیم داشت زمین میزنیم. یعنی نمیدونم مثلا به جای اینکه دارم خیلی در چیز میکنم دیگه سعی میکنم معنی دارش کنم، داره میگه که مثلا ما زمین ما زمین نمیسازیم، یعنی خودمون بیس خودمون رو نمیسازیم. در قول اون یاروه میگه خب یه ما خودمون زمین نمیسازیم، یعنی زمینه خودمون رو نمیسازیم، زمین میزنیم خب که میکشیم پایین که خودمون بریم بالا از این چاله به اون چاله. میدونی از مثلا برای بقیه داریم هی چاله درست میکنیم هی من فهم کنم منظورش از این زیر زمین به اون زیر زمین اینه که توی ایران زیر زمین بودیم الان از اون زیر زمین اومدیم به این زیر زمین، خارج از ایران زیر زمین. زیر زمین نیست اینجا دیگه. حتما که نه بابا زیر زمین. اونجام زیر زمین نبودم. خب همون دیگه حتما این لفظ زیر زمینی رفته. همه اونایی که زیر زمینی از زیر زمین نیستن. میدونم ولی خب اونجا داستان داشتن اینجا داستان ندارن. پس زیر زمین حساب نمیشه. ولی نمیدونم. نمیدونم. شما بگید. شما ای که شما کلا بگید. همه آهنگو بگید. ایوه الذینو کسایی که این همه گیر دادین رو بریم. بیاد الان جمعش کنین. چی داره میگه؟ توضیح بدید. مینارم واسه مثلا زمین میبریم. حسین زمین میزنیم از این زیر زمین چاله میکنیم به اون زیر زمین خودم میکشم به سر پاشم داستان امشب واسه کسی نگیداشم
این اسپره یا یه تو دست من اسید پاشن اون قدیبا بود لای انگشتم هر چیش داشتم شقا چی زدی؟ اینو نوشتی؟ بابا مزیتت کرده آرز ببخشی بابا مزیتت کرده آرز بابا مزیتت کرده آرزا پدر شغال بود؟ پدر شغال بود من تو کمد بخوابم. این کار این مدلی از پیش رو قبلا هم شنیدیم خب، ولی این دیگه پادشاه کار این مدلیش بود. خب نمیدونم چیز داری بگی یا خدافظی کنیم بریم تو کمد بخوابیم. ببین مسئله اینه که حس میکردم هم میفهمم داره چی میگه، میفهمیدم ولی متوجه نمیشدم. من خدافظی کردم، آهنگ کلا این شکلی بود که میفهمم ولی متوجه نمیشدم. بعد اینطوری بودش که اوکی ببین دارم سعی میکنم، اوکی بالاخره به سختی دارم میفهمم، یهو یه چیزی میگفت که اینجوری میشدم که نه هرچی فهمیدی ریدی داشت از اول سعی کنم. آره واسه همین بعد یه سری چیزی بود که وسط آهنگ گفتیم، چیزی بودن که دیگه گفتیم و اینی که اگر که چیزی بودش که احتمالا خیلی باشه نمیدونم بچه ها کلا این آهنگو برای ما بیان لطفا توضیح بدید. برای خودتون باشید، خیلی دوستتون داریم. سا ویدیوی بعدی و ساب اگر نیستید به سابید بدید و آره تا ویدیو بعدی خدافظ. واقعا نمیتونم خدافظ کنم، مغزم درگیر شده.